آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ در دانشگاه کلمسون از کارولینای جنوبی با ماست. آقای عزیزی، محمود عباس میگه که این آخرین فرصته، اما اهرم‌های زیادی هم در دست نداره برای چانه‌زنی. بله، متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات همین است که خود آقای عباس واقعا کاملا از خودش مشروعیت زدایی کرده و چهره ایست که تقریبا مورد قبول هیچ کس نیست. در خود فلسطین به هیچ وجه محبوب نیست، به علت که سالهاست خب هیچ دستاوردی نداشته، واقعا نه چپ فلسطین قبولش دارن نه راست فلسطین قبولش دارن. و همین چند هفته پیش اظهارات واقعا شنیع انکار هولوکاست به عجیب ترین ویژه رو انجام داد که باعث شد تمام دنیا محکومش کردن، یعنی طبیعتا اسرائیلی ها و یهودی ها. اون سخنرانی رو شنیدم، شبیه یک اقدام انتحاری بود. ببینید، آقای عباس سالها چنین تفکراتی داشته و مدرک دکتریش رو اگه ببینیم که در دانشگاه در روسیه گذرونده کاملا پر از این افکار هست. واقعا آدم این چرا بزرگی است. فقط میتونه آدم بگه بیچاره مردم فلسطین که چنین رهبران و نارهبرانی دارند. واقعا بنابراین خود ایشون یک مانع بزرگی و ایشون در سخنرانیش در مجمع عمومی ادعا کرد که اسرائیل نگذاشته انتخابات برگزار بشه. البته اسرائیل هم نقش مثبتی نداشته در اون زمینه، اما ایشون اگه می‌خواست انتخابات رو برگزار کنه بهونه شون اورشلیم شرقی یا مدغز شرقی است. به هر حال میتونن رأی و پستی بگیرن اونجا مثلا. یعنی به هر حال یک مانع مهم این است که یک احیای دموکراتیک باید درون فلسطین و تشکیلات خودگردان و دولت فلسطین صورت بگیره که ظاهرا باید خیلی ها منتظر وفات آقای عباس هستن که به حال 90 خورده سالشون فکر کنم هست بالاخره اتفاق میفته و اون موقع هست که میتونه این مانع از بین بره احتمالاً، گرچه معلوم نیست چه کسی به جاش باشه و کاندید اصلی که حسین الشیخ هست خب اون هم مشکلات بسیاری داره از نظر دموکراتیک. میدونیم که سعودی‌ها دارن سعی میکنن روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار بکنن، دو طرف دارن مذاکره میکنن. چقدر فکر میکنید که موضوع فلسطینی‌ها نقطه مهمی هست در این مذاکرات و چقدر فکر میکنید سعودی‌ها میتونن امتیاز بگیرن از ایالات متحده و از اسرائیل؟ سوال کلیدی و بسیار خوبی است. صحبت‌های ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با فاکس نیوز خیلی جالب بود. ایشون اولا خب رد کرد، اون بعضی رسانه‌ها گفته بودن مذاکرات متوقف شده، این رو مشخصا رد کرد. بعضی صحبت‌هایی که کردن، کلماتی که استفاده کردن نگران کننده بود از زاویه فلسطینی‌ها، به اینکه مثلا گفته بودن بهبود زندگی مردم فلسطین. خب این بهبود زندگی مردم فلسطین یک جورایی بینت که عدم اشاره داره به اون خواست سنتی ریاض و تمام جهان عرب که تشکیل دولت فلسطین بوده، طبیعتاً از واکنش منفی مواجه شد. اما یک واقعیت دیگه این هستش که دولتی که در اسرائیل هست به قدری راستگرا هست به دلیل احزاب واقعا راست افراطی که در اون حضور دارن که حتی کوچکترین امتیازی رو اونها حاضر نیستن به فلسطینی‌ها بدن. یه اتفاق دیگه که شاید بیفته که واقعا جالب توجه باشه اینه که نتانیاهو که بالاخره نشون داده سیاستمدار با تجربه هست و سال‌ها تونسته در قدرت بمونه، شاید یک شگردی بزنه در واقع و اون این که راست افراطی رو عملا از کابینش بیرون بکنه، برگرده با بعضی از چهره‌های راست میانه مثل حد آقای بنی گانتس مجدداً ائتلاف بکنه که اون وقت بتونه امتیازهای بیشتری به فلسطینی‌ها بده. و بنی گانتس هم خوب می‌دونید بعد از دیدار نتانیاهو و بایدن یک توییت کاملا مثبت و تحسین‌آمیز در باره راجعش زد که غیر قابل تصور بود با توجه به جو شدیدی که علیه اون دولت وجود داره. بنابراین باید دید، اما سخت تصور کنیم اون خواسته سنتی که دولت مستقل کامل هست بتونه ممکن بشه. اون خواسته که محمود عباس داره و جالب هم هست و در واقع همگام با راهبردی است که عباس در این سالها دنبال کرده این هستش که در سازمان ملل عضویت فلسطین کامل بشه. خب اگر چنین چیزی صورت بگیره که حتما به معنی پذیرش رسمی دولت فلسطین توسط دولت‌های مختلفی خواهد بود که بسیاری از دولت‌ها در جهان هم، یعنی اکثر دولت‌های جهان الان دولت فلسطین رو رسمیت می‌شناسن، حتی سوئد مثلا در اروپا و خب ولی خب هیچ کشوری اصلی و غربی در واقع این کارو نمی‌کنه. اصلی منظور از نظر قدرت و ثروت و اینها است. بنابراین اونها هنوز این کارو نمی‌کنن. اگه اون اتفاق بیفته حتی بدون اینکه اون روند صلح وارد مرحله نهایی شده باشه میتونه قابل توجه باشه. ولی من اینو باید بگم که از با اینکه بسیاری از فلسطینا رویکرد منفی دارن به مذاکرات ریاض واشنگتن تل آویو، به نظر من اگر واقع گرانه نگاه بکنن نهایتاً این چون یک اتفاقی که داره میفته با توجه به این گزینه‌های محدود میتونه اتفاق مثبتی باشه واقعا، چون بالاخره اگر کسی برای اونها بتونه الان امتیاز بگیره شاید بهتر از هر کسی همین ریاض باشه با توجه به قدرت جهانی که داره و میلی که هم واشنگتن هم تل آویو دارن به روابط با اون. ممنونم از شما آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ در دانشگاه کلمسون از کارولینای جنوبی.